سلام به یه قسمت پرسش و پاسخ دیگه خوش اومدید توی این قسمت هم به 20 تا سوال خیلی سریع و تون جواب دادم و چه دیگه بلافاصله فاصله بریم سراغشون بریم سراغ سوال اول پرسیدن که کسی که فشار خونش خیلی پایینه طوری که قش میکنه و باید در روز حداقل سلیت آب و مقداری نمک بخوره هم میتونه فستین کنه امیدوارم سوالم چرت نباشه و بهم هم نگید خب برو امتحان کن ببین قش میکنی یا نه نه قطعا این جواب بهتون نمیدم خوبه که میدونید فشارتون پایینه خوبه که میدونید راهکارش آب و نمک زیاده این خیلی بهتون کمک میکنه اما مثلا اینه که شما نباید از 18 ساعت مثلا حدودا 18 ساعت خوردن یه دفعه بپرید 18 ساعت فست خب قطعا به یه مشکلی بر میخورید حالا یا فشارتون میفته عشق میکنید یا قندتون خیلی میفته قش میکنید به یه مشکلی بر میخورید یا هیچ به هیچ مشکلی هم برنخورید بعد از یه مدت احتمالاً زده میشید از این قضیه پس بهتره که خیلی یواش یواش پیش برید نیم ساعت یه ساعت کم بکنید از زمان خوردنتون به زمان نخوردنتون اضافه بکنید تا برسید به هولوش 14 ساعت برای شمایی که فشارتون پایینه 14 ساعت فست زمان خیلی خوبیه بیشتر نرید تا زمانی که کاملا براتون جا افتاده این قضیه فست تا زمانی که احساس میکنید اعتماد به نفستون خوبه احساس میکنید که فشارتون توی سطح خوبی فیکس شده 14 ساعت عالیه اما به همون 14 ساعت هم گفتم یواش یواش step by step گماس گماس شوه شوه نمیدونم به چه زبون دیگه بگم اینو خیلی مهمه که قدم به قدم پیش برید تا به اون حد ایدئال برسید برای کسایی که فشارشون پایینه خیلی خوبه که برن سراغ یه سری مکمل ها اول با نمک آب زیاد بعد برید سراغ مکمل های دم دستی مثل منیازیوم سودیوم ارزم به حضورتون به دوازده به نه اینا, اینا خیلی چیزهای خوبیه اینا خیلی مکمل های خوبیه کمک میکنه به خونسازی کمک میکنه به جریان خون ام بودنشون واجبه برای تنظیم فشار خون بریم سراغ سوال دوم پرسیدن که سلام آقا فرشید سلام علیکم ممنونم از مطالب مفیدی که در اختیار ما میذارید لطفاً بگید که چگونه میشه سطح تستوسترونی که تو چند سال به دین خود ارزایی کردن کاش پیره کرده افزایش داد ام و زود انزایی رو درمان کرد حالا اول بریم سراغ سطح تستوسترون ببین تستوسترون فقط برای خود ارزایی نیست که پایین میاد باید دونین که کنار دست خود ارزایی یه سری کارها ما میکنیم دیگه یعنی چی مثلا خود ارزایی همراه میشه با ورزش نکردن خود ارزایی همراه میشه با نداشتن رابطه خوب خود ارزایی همراه میشه با اهمیت ندادن به تقضیه خود ارزایی همراه میشه با زیادی توی فضای بسته و خونه بودن همه اینها خودشون باز باعث کاهش سطح تستوسترون میشه حالا اول از کمی خوب. خوب. ترک کنید خود رو سعی کنید قسمت 65 رو ببینید خیلی بهتون کمک میکنه برای ترک هر نوع اعتیادی حالا نمونش خود اجرایی یا پرن و پرن نه یا پرن با هم دیگه فرق میکنن آره ولی خب هر دوشون اعتیاد آور هستن بعد از اون برید سراغ افزایش سمت تستوسترون آره با ورزش با بیرون بودن تحرک داشتن توی آفتاب بودن اینا همه تستوسترون میره بالا توی بحث خوراک مثلا میتونید یه سری مواد غذایی رو مصرف بکنید که سطح تستوسترون رو میبره بالا مثلا گوشت قرمز یه سری چیزا سطح تستوسترون رو میاره پایین مثلا سویا چای سبز اینا رو مصرف نکنید از اون طرف تستوسترون یه چیز با مزه یه وقتی از این طرفش نگاه بکنید با مزه است به خاطر اینکه اگر شما توی یه جمعی باشید خیلی تستوسترونتون بر اساس اون جمع تغییر میکنه مثلا اگر تو جمعی باشید که عموم مرزها تستسترون بالایی دارن تستسترون شما هم بالا میره جالبه اگر تو جمعی باشید که چهار تا خانوم باشن که استروژن بالایی داشته باشن تستوسترون شما هم بالا میره حتی اگر اصلا باهاشون ارتباطی نداشته باشید یعنی لزومن چه میدونم رابطه ای بینتون نباشه همین که نزدیک باشید به هم تستسترون شما بالا میره و این یکی از چیزهایی که دیگه شما وقتی خود ارضا میکنید دیگه نمیرید دنبال رابطه نمیرید دنبال نزدیک شدن به زنهای دیگه بعد از اون طرف خب تستوسترونتون هم پایین میاد بعد آها توی بحث مثلا ورزش یا کلا تیم آره اینکه جزء یه تیمی باشید جز طرفدار حتی یه تیمی باشید و تیمتون برنده بشه چه طرفدار باشید چه جزش باشید شما در کل احساس پیروزی کنید تستوسترونتون بالا میره <تصفح> <تصفح> الان برعکسش هم پایین میاد اگه تیمتون شکست بخوره تستوسترونتون پایین میاد خیلی جالبه تستوسترون به خاطر اینکه مثل خانم های دوره مشخصی نداره که بگیم روز چندم بالا میره روز چندم پایین میاد فیکس باشه یه جورایی نه نیست بر اساس اتفاقاتی که توی زندگی ما مردها میفته تستوسترون بالا میره پای میاد بالا میره پای میاد بالا میره پایین میاد حالا مقدارش قطعا بازم فیکس نیست ولی خب خواب... چرا اینجوری هم پایین میاد راجع به زود انزالی هم پرسیدن اینو الان دو تا چیز به ذهنم میرسه یکیش این که با تمرکز با مدیتیشن قدرت تمرکزتون رو بالا ببرید این یه راهشه یه راه دیگه هم اینه که تقویت عضلات ازولات لگن عضلاتی که در اصل حالا شاید گفتنشونشون نشون سخت باشه اما عضلاتیه که موقع ادرار میتونید ادرار خودتون رو نگه دارید وسط ادرار سعی کنید ادرار خودتون رو نگه دارید چی میشه یه عضلاتی زیر لگن سفت میشه دقیقا اون عضلات اون رو سعی کنید همیشه تمرینش بدید هر جا که هستین فرق نمیکنه خیلی چیز خاصی نمیخواد حرکتی نیست که میشه همینجوری نشسته بدون که کسی متوجه بشه اون عضلات رو تمرین داد اون هم خیلی کمک میکنه پرسیدن که فرق ببخشید فرق طلا و گیچی هست تلو حالا معادل فارسیش برای ما میشه همون روغن پی یا روغن بکنم شهم یا همچین چیزی بهش میگن وقتی که از گاو بیاد بهش میگن شحم وقتی که از گوسفند بیاد بهش میگن روغن دنبه یا چیزی باز اگه اشتباه نکنم که فکر کنم همین روغن دنبه است آره اینا از شما یه سری بافت چربی رو حالا چربی گاو یا گوسفند رو میریزید تو قابلمه و میذارید این روغنش رو میگیرید یه جورایی روغن آره روغن اون چربی رو میگیرید اما گی یا روغن زرد یا روغن کرموشایی اینجور روغنا یا کره خب از کره میاد اینا نه از یه مسیر دیگه میان اینا از مسیر کره و شیر میان همون گاو ولی خب تلو از, از چربیش میاد گی یا کره از شیرش میاد کدوم سالم تره؟ اونجا قسمت 43 توضیح دادم و امتیاز دادم گی یا روغن زرد یا کلا مسیر کره یه مقدار سالم تره هست از, از 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 مسیر دنبه دنبه خیلی خیلی میتونه سالم, باشه اگر اینکه اون گوسفند یا گاو خدا بیاموز چیز خوبی خورده باشه واقعا به خاطر اینکه اگر چیز خوبی نخورده باشه اون بافت چربی که جمع شده چیز خوبی نیست پس روغنی هم که شما ازش میگیرید چیز خوبی نخواهد بود توی مسیر شیر یه خورده طولانی تر میشه این اجرای فیلتر میشه اما تو مسیر چربی نه خب بافت چربی چیه فقط چربی نیست همه چی توشه یه پکیجه قبلا یه دیگه یادم نیست گفتم ولی هر چربی که تو بدن ما جمع میشه یه پکیجیه حالا چربی یه دونشه ولی کلی ویتامین و خرت پرت دیگه هم توشه پروتئین تو هم حتی. جمع میشه توی این سلول چربی و زیر پوست جمع میشه حالا اگر اون گاوه یا گوشفن خدا بیا مر چیز خوبی نخورده باشه این سلول هم چیز به درد بخوری توش نیست کلی مواد ناسالم توشه بعد شما حالا روغنشو میگیرید و مصرف میکنید خب مستقیم به شما میرسه و باز هم چیز ناسالمیه اینه که خیلی مهمه که منشأش چیز خوبی باشه اگر میتونید پیدا بکنید اگر نه به نظرم بهتر برید سراغ گی روغن زرد روغن کرمشایی و امثالش پرسیدن که یعنی روزه بگیریم توی دو وعدهمون هر چقدر خواستیم بخوریم ایرادی نداره مگه میشه اگر ایراد داره پس از کجا بفهمیم چقدر باید بخوریم خب قطعا ایراد داره و نمیشه هر چقدر دلمون خواست بخوریم ام... یه جای کار به مشکل میخوریم حالا اگر که بیایم مثلا دو ورده سه ورده بخوریم چهارده ساعت هم روزه باشیم باز میتونه افزایش وزن رخ بده چرا که شما دارید بیشتر میخورید تعارفی که نداریم اون بحث کالری درسته درسته میگم که کالری شمردن ایدئال نیست برای عموم مردم اما دلیل نمیشه که درست نباشه سیستمش درست هست اما چیکار بکنیم خب اگر که غذای سالم بخورید غذای کامل بخورید نه فود یا امثالش شما نمیتونید زیاد بخورید یعنی خیلی زود پر میشید یه کاسه سالاد بزرگ بخورید مگه چقدر کالری داره بیاد گوشت بخورید چه میدونم برنج یه مقدار بخورید حالا برنج رو کمتر بیشتر بیشتر سبزیجات بیشتر قاعدتا نمیتونید زیاد بخورید خیلی سخته که شما بیاید یه حجم کالری زیادی رو از غذای کامل غذای سنتی بگیرید اما از اون طرف اگر که برید به سمت دسر خوردن برید به سمت شیرینی و شکلات بیشتر فاست فود و و و غذاهای آماده در کل نمیفهمید یه حجم کوچیکی غذا میخورید اما یه مقدار خیلی خیلی زیادی کالری داره و در آخر شما کالری خیلی بیشتری دریافت کردید اینه که آره باید حواستون به این مسئله باشه یه قانون کلی میتونم بگم و اون اینکه که سعی کنید روی غذای کامل کالری با کیفیت تمرکز بکنید بعد از اون طرف انقدری بخورید که بعدش دل لرد نگیرید اگر دل لرد گرفتید یه ذره کمتر بخورید بتونید نفس بکشید مهم بعدش خودتونو رو خفه نکنید و بعدش اگر دیدید که بعد از یه مدت خب وزنی کم نشد اینی که شما درسته که حالا دارید کم میخورید ولی بعد کافی کم نمیخورید و نمی‌خوایدم حالا کالری بشمارید بیایید همون بشقاب همیشگی رو یه ذره کمتر بکنید یه ذره کمتر یه ذره کمتر یه ذره کمتر شما هی دارید به اصطلاح اون پورشن اون, اون حجم غذاتون رو یه مقدار کمتر بکنید اولش سخته ولی وقتی یواش یواش انجام بشه نه خیلی به چشتون نمیاد خب بریم سراغ سوال بعد برمیگرده به قسمت 57 راجع به پرن خودرزایی بود یه سوال خیلی طولانیه یه سوال نیست. چندین سواله ولی بله خب چون خیلی کامنتشون لایک ها زیادی هم خورده بریم سراغش و حالا قبل از اینو بخونم بگم حتما اینجور جور مواقعی که میخواید چندین سوال بپرسین یه, یه, یه اینتر بزنید به خط بعدی شماره بذارید این خیلی کمک میکنه به وقتی که من میخوام اینجوری سوال رو بخونم برای کسایی هم که گوش میکنن خیلی بهتر میشه اینطوری یعنی من بهتر میتونم بخونم اونا هم میشن بله بریم شروع کنیم چند سوال برای من مطرح هستش اول اینکه فواید فیزیکی رابطه جنسی مانند تنظیم هورمون ها و رفع تنش و فشار جنسی که با اورگاسم هستش آیا با خود ارزایی هم رفع میشه من هی تیکه تیکه میرم جلو که خیلی قاطی نشه اینو آره فکر میکنم جای دیدم که فرق نمیکنه البته ببین تنظیم هورمون ها همچین چیزی نداریم چی میشه شما تستوسترونتون میره بالا شما رو هول میده به سمت رابطه جنسی بعد که رابطه جنسی داشتید خب نمیفهمه که فکر میکنه رابطه جنسی داشتید یا نمیفهمه خود اجرایی کردید یا رابطه واقعا داشتید ولی در صورت خب یه ذره کمش کنیم حالا دیگه بس رسیدیم به اون چیزی که میخواستیم برسیم و میاد پایین تنظیم هورمون ها نمیشه اسمش گذاشت فقط این که شما سر تستوسترونتون زیادی بالا میره بعد میاریش پایین اینه و آره یکیه متاسفانه تا حدود یکیه این قسمت بحث هورمون تستوسترونش تفاوتی بین خود بین ارزا شدن توسط رابطه یا خود ارزایی از لحاظ فیزیکی وجود نداره آیا فشار جنسی و عدم تعادل هورمونی که با عدم ارزای جنسی رخ میده کم ضررتر هستش یا خود ارزایی بدون پرن تفاوته از لحاظ هورمونی وجود نداره اما از خیلی چیزای دیگه وجود خیلی لحاظهای دیگه وجود داره شما با رابطه رابطه با رابطه با یک شخص دیگه خیلی چیزای دیگه دریافت میکنید فقط سکس نیست که خب چه رابطه از لحاظ عاطفی هم خیلی مسائل دیگه هست یه چیز فقط گیرتون نمیاد ولی توی خود ارزایی نه فقط یه چیزه حالا خود ارزایی بهتره یا تستوسترون بالا بودن یعنی آدم نه رابطه جنسی داشته باشه خود هم نکنه بهتره یا رابطه جنسی نداره بیاد خود بکنه این سوال خیلی خوبیه و فکر میکنم خیلی بر میگرده به اینکه هر شخص خودش جوابش رو بده یه خوبیا و یه بدیایی داره اینکه شما خود ارزایی نکنید تستوسترونتون بالاست و میتونید این تستوسترون یعنی انرژی تستوسترون یعنی ام حیات یعنی اینکه شما انرژی دارید که برید بجنگید یه کار مفیدی بکنید خب حالا قدیم جنگ بوده ولی خب الان میتونید برید توی کسب و کار بذارید این انرژی رو میتونید برید توی تحصیل بذارید میتونید توی رقابت بذارید توی ورزش بذارید هرچی بالاخره توی مسیر مفیدی میتونید ببریدش از طرفی مسیر بدی هم میشه بردش مسیر بد چیه خب میشه همون خود که حروم کردن تستوسترون میشه خلاف انواع اقسام خلاف یه میشه گفت عموم خلافکارایی که تو زندانن همه تستوسترون خیلی 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 بالایی دارن ولی این تستوسترون رو توی جهتی درست استفاده نکردن نبردنش به سمت خوبی سر از زندان در عموم کسایی هم که مثلا توی سطوح بالای کسب و کارها هستن خیلی موفق هستن توی بحث ورزش توی بحث کسب و کار هر جا تو سطوح بالایی هستن اونا هم تستوسترون بالایی دارن اونا ولی تستوسترون رو تو مسیر خوبی بردن جلو ازش استفاده خوبی کردن اینه که تصمیم با شماست خب از این تستوسترون بالا میخواید تو چه مسیری استفاده بکنید سوال بعدی من اینه که برای شرایط جامعه کنونی ایران که شرایط ازدواج و رابطه بسیار سخت هستش اگر ما توصیه به عدم خورده زایی هم بکنیم افرادی رو در س... این... از پرانتز باز کنم اینجا شرایط ازدواج و رابطه همه جای دنیا سخته فقط ایران نیست اینو آ... باید بدونید آ... کجا بودم کمش کردم دیدیم؟ اگر ما توصیه به عدم خود هم بکنیم افرادی رو در سنهای بالا یعنی مثبت 25 خواهیم داشت که بسیار زیاد تحت تنش جنسی هستند و به دلیل عدم ارضا شدن ارجا شدن دوچار پرخاشگری و درگیری های شرید جنسی اقدام درست میتونه خود ارجایی کنترل شده حتی با پرن تا زمان ایجاد رابطه باشه البته تاکید میکنم کاملا کنترل شده و فاصله زیاد از اعتیاد و عادت به پرن خب خیلی کنترل شده یعنی چی چطوری میخوای کنترلش بکنی مثلا چون یه نفر میخواد سیگار کشیدن هروئین یا هر ماده مخدر دیگه ای چون قسمت 65 هم گفتم مدل اعتیاد چطوریه فرق نمیکنه همه اینا میان دوپامین مغز رو درگیر میکنن و کنترل کردنشون واقعا سخته واقعا اینکه کنترل بدن دست خودش سخته حالا اگر توی محیط آزمایشگاهی باشی دست خودت نباشه که اون فعالیت یا ماده مخدر بگیری دستت شاید بشه کنترلش کرد ولی در عمل در دنیای واقعی کنترل کردنش خیلی 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 سخته و دوباره دوباره ببینیم کجا بودم فاصله زیاد از اعتیاد و عادت به پرن خود منظور از عادت و اعتیاد نشدنش اینه که فرد کار روزمرش برای پرن و خود مختل نشه و صرفا برای رفع تنش جنسی و تعادل هورمونی انجام بشه و به عبارتی ذهن رو از یه وسواس فکری راجع به رابطه جنسی خارج کنه تا بتونه کارایی و بهرهوری مطلوب رو داشته باشه تا زمان ایجاد رابطه درست جنسی و در آخر به نظرم سرکوب میل جنسی بعد از یه مدت باعث میشه که فرد به خاطر رفع نیاز جنسی تن به یه رابطه جنسی بده و معیارهای درستی نداشته باشه چند تا مسئله دیگه میتونم اضافه از بکنم اولا که این این قضیه که مدام تکرار میکنن تعاد... برای رسیدن به تعادل کجا بود امش کردم برای رسیدن به تعادل هورمونی انگار که مثلا این یه چیز خیلی خوبیه ما باید بهش برسیم و باید این کار رو بکنیم تا بهش برسیم نه گفتم تعادل هورمونی نیست شما میخواید تستوسترونتون بالاست و میخواید اینو یه جورایی بیارید پایین چجوری بیارید پایین به رابطه جنسی بیارش پایین اگر نیاوردیم پایین چی میشه زنده میمونه هیچ <تصفح> اتفاقی نمیفته فشار به آدم میاد ولی میگم این انرژی رو آدم میتونه بذاره جای دیگه خرج بکنه هیچ اتفاق دیگه ای براتون نمیفته اینو بهتون قول میدم از این بابت پس اینقدر این تعادل هورمونی رو پیش خودتون تکرار نکنید که من نیاز دارم به تعادل هورمونی برسم نیاز دارم نه این خودش یه وسواس فکری میاره قبلا هم یه دیگه گفتم این این فکر این تستوسترون این برای برای بی علت نیست باید باشه که ما رو حل بده به جلو این که شما ازش چه استفاده بکنید که تعیین میکنه چیز خوبی باشه یا نه این مثل یه, یه موتوری میمونه که انداختید روی ماشین یه موتور خیلی هشت سیلندر حجیم پرقدرتیه شما میتونید ماشین روشن کنید باش حرکت بکنید کدوم وری حرکت بکنید دست شماست نه که چیز بدی باشه این موتور هشت سیلندر داشتن چیز بدی نیست خوبه کدوم وری باش میخواید بید؟ حالا اگر رفتید به سمت خب خود ژایی دارید این این اینو حروم میکنید این انرژی رو دارید حروم میکنید این به نظر من تجربه منه حالا باز میگم این به شخص برمیگرده شما میتونید این انرژی رو توی مسیر درستی بذارید یا نه ازش توی مسیر درستی استفاده بکنید یا نه اما اینقدر بهش فکر نه. میدونم البته کسایی که به این فکر میکنن عموما نوجوان آره سین پایین که سطح تستوسترونشون بالاست و همش دنبال اینن که خب یا رابطه جنسی داشته باشیم یا این سطح رو بیاریم پایین بالاخره اما بهتون قول میدم به یه جایی میرسید که میگید وای کاش که من اون حجم از تستوسترون رو میداشتم الان چقدر خوب میشد چون ما مردا هی سال به سال سطح تستوسترونمون کم و کم و کمتر میشه هی میاد پایین تقریبا بین یک تا دو سه, دو سه درصد هر سال هی کم میشه پس ناخداگار اون سطح انرژی شما هی کم و کم و کمتر میشه ازش فرار نکنید ازش استفاده بکنید که تو زندگی شما رو جلو بندازه حالا به هر شکلی که میتونید بریم سراغ سوال بعد پرسیدن که ممنون از اطلاعات و سراغتتون یه سوال دارم. منظور از چه هورمونایی هست که ما احساس ضعف داریم ولی ربطی به غذا نداره این برمیگرده به یه هورمون اونم انسولین چون میگم ربطی به غذا نداره چون عموم ما پوست استخون نیستیم کلی انرژی ذخیره شده زیر پوست داریم به صورت چربی و این چربی رو اما بهش دسترسی نداریم یعنی غذا نمیخوریم اما خب دسترسی هم این چربی نداریم چرا این انرژی دیگه این چیزی که زیر پوست جمع میشه انرژی اگر شما بهش دسترسی ندارید یه جای کار میلنگه یه ایرادی هست توی سیستم که خوب کار نمیکنه سیستم چجوری طراحی شده که شما بخورید یه دوره یه روز دو، چه چند ساعت در روز چیزی گیرتون میاد بخورید بعد ممکنه چیزی گیرتون نیاد تا دو سه روز بر همین طوری ها. یه روز گیرتون میاد یه روز گیرتون نمیاد یه ساعت گیرتون میاد یا کلی زحمت باید بکشید در طی روز تا بعد یه چیزی گیرتون بیاد کلی روز چیکار میخواد بکنید این میل... برای میلیون ها سال به این شکل بوده این سیستم که شما بخورید انرژی جمع بشه این باتری شما شارژ بشه این یه ای تلفن همراهی که میگیرید دستتون شارژش میکنید استفاده میکنید چندین ساعت یه سر شارژش میکنید استفاده میکنید چندین ساعت اینه که به درد میخوره اگر قرار باشه همش به برق باشه اون تلفن همراه دیگه تلفن همراه نیست میشه درد میخوره این داستان برای ما هم می‌کنه. میکنه قرار نیست ما مدام در حال خوردن باشیم که بتونیم کار بکنیم که همه چی بتونه ذهنمون بدنمون بتونه کار بکنه نه میخوریم شارژ میکنیم می‌بینیم کار میکنیم همین روند باید تکرار بشه وقتی که انسولین توی بدن ما بالا باشه بدن شما اجازه نداره که بره سراغ اون چربی ذخیره شده همش دنبال قند میگرده همش دنبال قنده که یه جوری قند رو بسوزونه این وقتی هم است که شما غذا کم میخورید اما کربوهیدرات زیادی میخورید قند زیادی میخورید اینه که یه جورایی همش احساس ضعف دارید همش احساس گرسنگی دارید در حالی که غذا هم میخورید یه جورایی شما کالری که دریافت میکنید به اندازه کافی نیست بدن هم نمیتونه بر سراغ چربی پس همش احساس گرسنگی دارید همش احساس ضعف دارید بریم سراغ سوال بعدی پرسیدن که این ویدیو یه جورایی روغن منشأ حیوانی رو بهتر از گیاهی نشون میده حالا این ویدیو رو اضافه بکنم که قسمت 43 هست راجع به تشخیص روغن‌های خوب و بد و زشت الان با کلسترول موجود در کره روغن کرمانشاهی و گی چه کار بکنیم اولا که اینو باید بدونید کلسترول dietary cholesterol یا کلسترولی که میخوریم از طریق غذا خیلی 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 کم نقش خیلی کمی در کلسترول کلی بدن داره یه درصد خیلی 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 پایینه پس خیلی دست شما نیست چیزی که حالا باعث بالا رفتن کلسترول بد میشه همون LDL معروف در اصل روغنهای اشباه هست اشباهی که مثل کره هست مثل همون گی باز بالا رفتن LDL میشه این درسته اما از طرفی LDL به تنهایی نشونه خوبی نیست برای اینکه بفهمیم خب مشکل قلبی ایجاد میکنه یا نه ایماری های قلبی ایجاد میکنه یا نه چیزی که مهمه نسبت LDL به HDL هست و کلسترول کل هم که اصلا به درد نمیخوره رسما خیلی چیز مهمی نیست حالا یه قسمت دارم درست میکنم قسمت هفتاد میشه راجع به همین کلسترول و کلنگ کلسترول چی هست چطوری کار میکنه سیستمش چیه چه نقشی داره چقدر به بیماری های قلبی ربط داره چیاش ربط داره و و و و و, و, و. که خیلی مفصل میشه اون قسمت خیلی خوبی جواب در میاد فکر میکنم برای خودم خیلی جالبه ولی خب تو مرحله تحقیق هستم هنوز دنبال بکنید اون حتما ببینید اما چرا روغن حیوانی بهتره خب به خاطر اینکه روغن های حیوانی با اینکه کلسترولی دارن و خب شما میتونید با اینکه چربی اشباع دارن و شما میتونید با ورزش با تحرک کلا بسوزونید یا انرژی میتونید بسوزونیدش خیلی راحت به دست میاد دیدین من خودم گی درست کردم روغن زرد درست کردم کرش هم باز کاری نداره میتونم یه مرحله قبلترم برم کرش رو درست بکنم از اون طرف یه چیزی مثل روغن سویا، روغن ذرت، روغن تخم آفتاب گردان اینا چیزی نیست که شما به راحتی بتونید تو آشپزخونه‌تون درست بکنید. کلی فرایند شیمیایی سخت و طولانی داره. اصلا وسط اون فرایند دیگه اون چیزی که هست اصلا قابل خوردن نیست. انقدر فرایند سخت و طولانی داره. خب یه جای کار میلنگه. توی این این جور منابع غذایی التهاب زیادی ایجاد میکنن در بدن دردسرهای خیلی زیادی ایجاد میکنن آلزایمر کبد چرب و, و و و و و خب شما بیاید روغن زرد بخورید یه زمان ورزش بکنید هیچ مشکلی نیست یعنی روغن زرد کمی بخورید ورزش کمی هم کردید سر به سر میشه و مشکلی هم نخواهد بود اما از اون طرف اگر اومدید روغن مثلا آفتاب گردان خونید روغن سویا خوردی چی و چی و چی سنتی ورزش هم بکنید بسازونیدشون اما اثر خودش رو اون مواد سنتی میذاره رو بدن اثرش همون آلزایمر کبد چرب و و و این دیگه چیزی نیست که شما بتونید با ورزش درستش بکنید با تحرک درستش بکنید جا داره یه چیزی این وسط اضافه کنم من زمان زیادی رو برای تحقیق و درست کردن این قسمت ها میذارم با لایک کامنت و به گذاری کمک بزرگی به من میکنید اگر به این محتوا گوش میکنید میتونید با دادن پنج ستاره امتیاز در اپل پادکست و سپاتیفای از تولید این محتوای رایگان حمایت کنید پیشا پیش ممنونم برگردیم به موضوع اصلی پرسیدن که پس چرا دکترها زرد کیسه صفرا رو در میارن؟ ام... خب برای من خیلی سوال خوبیه برای من یعنی جای سوال داره چون سنگ کیسه صفرا چیزی نیست که باعث مرگ بشه یعنی خطر مرگ داشته باشه فقط مشکلات گوارشی ایجاد میکنه درد ایجاد میکنه و حالت تعو و اینجور چیزا حدث من اینه که خب هیچ مریضی نمیره پیش دکتر بگه که آی دکتر مثلا درد دارم ولی نمیخوام دردم خوب بشه نمیخوام درست بشه همه چی عموم مواقع مردم ترجیح میدن که هفته دیگه در روز دیگه درد نداشته باشن پس تنها راه کار میشه همون جراحی در بیاری همه از اون طرف ولی خب کسی نمیره بگه که آی دکتر مثلا بیا یه برنامه بکنیم با هم دیگه یه برنامه بریزیم من شیش ماه دیگه دردم خیلی کمتر شده باشه یا درد نداشته باشم مشکلم یه جورایی بهتر شده باشه کمتر کسی این کار میکنه کمتر کسی به فکر بلند مدته این یه مسئله است از،, از طرف بیمار از طرف دکتر و از طرف کلا سیستم درمان یه جورایی میشه گفت و بیمه سود و پول بیشتری هست توی جراحی صادقانه حالا یا شما پولش رو میدید به عنوان بیمار یا بیمه پولش رو میده به عنوان پشتیبان ولی به هر حال سیستم بیمارستان سیستم دکتر و درمان اگر که بیاد رو شما جراحی بکنه سود بیشتری براش هست تا اینکه بیاد چهار جلسه با شما به صحبت بکنن بگن خب چیکار بکن که یه مقدار بهتر بشی کارش هم نمیشه کرد واسه همینه که زرتی در میارن از اون جراحی های یه جورایی کم ریسک هست کم خطر هست که شما خب میتونی راحت ریسک بکنی یه پولی در بیاری سوال بعدی فکر میکنم سوال خیلی ها باشه و اون پرسیدن که نون بربری جز مواد غذایی ناسالمه آیا بشید جان بکنم جنوبی هست <تص> مدر سوال پرسیدنشون حالا <تص> ببینید یه سری مواد غذایی هستن که خب میدونیم خوبن این بالا قرار میگیرن همه قبول دارن بلا استثنا که خب اینا خوبه دیگه, دیگه. بحثی درش نیست مثلا چه آووکادو روغن نارگیل همسال اینا خب اینا که هیچ یه سری ها این پایین پایین پایینن هن که همه میدونیم بدن مثل فست فود مثل نون توست سفید نمیدونم روغنایی که سرشار از اومگا 6 هن. مواد فراوری شده آه، قند اینو همین پایین پایین هم. که خب همه میدونیم بله اما یه سری چیزایی این وسط قرار میگیرن یه سری چیزایی این که ما باید همیشه به مقایسه باشون نگاه بکنیم مقایسه یعنی چی یعنی که خب شما نون بربری براتون سواله نون بربری دارین هر روز میخورید براتون سواله که آیا سالم هست یا نیست حالا شما نون بربری نمیخواید بخورید چی جاش میخورید چه آپشن چه چه گزینه دیگه‌ای روی میز هست که به جای نون بربری بخورید اگر به جای نون بربری رفتید سراغ نون توس سفید خب یعنی چیز دیگه دم دستون نبود رفتید سراغ مثلا نون لواش خب خوب نیست دیگه همون نون بربری رو بخورید چرا چرا برگردین پایین اگر به جای نون بربری خب دم دستتون مثلا نون سنگک هست بهتر برید سراغ نون سنگک اگر نون قلات کامل دم دستتون هست خب بهتره یه مقدار برید سراغ اون اگر نون به چی بش میگن ساور دو یعنی نون نون ترش هست نونی که از خمیر ترش میاد خب بهتر این سراغ اون آره این بحث مقایسه است راجع به خیلی از سوال های دیگه هم یعنی که میپرسن فلان چیز چی فلان چیز چی باز همش بحث مقایسه است شما اگر اونو نخورید چی جاش میخورید بالاخره که باید یه چیزی بخورید دیگه پرسیدن که آقا پرشید در مورد تستوسترون خانم ها چی برای کم کردنش از سویا استفاده کنن اونم مزورات خودش رو داره یعنی از چی استفاده کنن به در آخر سوالشون هست ام. خب راحت ترین کار برای تنظیم تستوسترون خانم ها استفاده از قرص های ضد بارداری اما پر خطر ترین کار هم از پر عوارض ترین راهکارم هست قسمت 69 دارم راجع به این قرص های ضد بارداری درست میکنم اون حتما ببینید خیلی به درتون میخوره اما حالا از این بس دور نشیم میشه رفت سراغ مثلا همون سویا اگر خودش نه روغنش خیلی خطرات زیادی نداره فقط هورمونا رو به هم میریزه میشه رفت سراغ چای سبز بذر کتان مثلا اینا خیلی تنظیم میکنن بعد ارزم به حضورتون آه، آه، کاهش وزنم خیلی تاثیر داره شما هر چقدر وزن رو بیارید پایینتر تستوسترون هم این مقدار میاد تر جالبه اینم نمیدونم چرا ولی حالا یه سری خوراکی های دیگه هم احتمالاً هست الان به ذهنم نمیرسه اما چیزی که الان از ذهن من بیشتر مشغول کرده اینه که چرا بخواید تستسترون رو بیارید پایین تستسترون چیز خیلی خوبیه چیز که به شما انرژی میده به خانم ها خیلی کمک میکنه بهشون انرژی بیشتری میده در مقایسه با بقیه خانم ها بهشون کمک میکنه که راحت تر سازی بکنن میتونن توی ورزش خیلی موفق تر باشن توی کلا هر چیز رقابتی میتونن موفق تر باشن بعد خب اون قوای جنسی رو بیشتر میکنه اینم باز فکر نمی کنم. کسی بدش بیاد از اون طرف یه سری ضررها هم شاید داشته باشه برای خانم ها وقتی بیش از حد بشه فکر میکنم اون مسائلی مثل جوشه احتمالا جوش صورت جوش بدن بعد موهای زائد یه مقدار آزاردهنده باشه حالا اگر راهی پیدا کردید که با این موهای زائد یه جوری کنار بیاین خب نگار دارین تسسترون رو برای چی برای جوش مثلا میتونید روی خوراکتون تمرکز بکنید هر چقدر کبدتون بهتر بشه در آخر جوش صورت هم بهتر میشه یعنی اول ندید سراغ تستوسترون رو کم کردن برید سراغ خوراکتون رو بهتر کردن حالا اینو اونایی میگم که تو سن پایین هم هستن مثلا 16 20 تو این رنج خیلی جوش میزنه صورتشون صبر کنید صبر کنید این بدن یاد بگیره که چطوری این مرحله بلوغ رو رد بکنه و بعدش درست میشه اینا حالا بعدش درست میشه حتما این نه درست میشه ولی اگر شما خوراکتون رو درست بکنید اینم درست میشه تنها کاری که شما تو اون سن میتونید بکنید اینه که برید سراغ بهتر کردن خوراکتون کبدتون رو بهتر بکنید اونا هم بهتر میشه حالا دیگه از بابت خورد و خوراک همون مواردی که گفتم چای سبز و بذر کتان و سویا این چیزا بخورید یه مقدار تستوسترون رو کم میکنه اگر که خیلی دوست داشتید کمش بکنید ولی اگر که همسر دارید و همسرتون تعارف نکنید چون فکر نکنم هیچ مردی دلش بخواد تستوسترونش کم بشه خب پرسیدن که ممنون از تمام اطلاعاتی که در اختیارمون قرار میدین من یه سوال در مورد نوشیدن قهوه داشتم آیا نوشیدن یک الا دو فنجان قهوه در روز برای سلامتی و روند لاغری ضرر داره نه برای عموم افراد نه که حتی یکی دو تاش میتونه خیلی خاصیت های مختلف هم داشته باشه اما این هم مثل داستان تخم مرغ برمیگرده من نمیتونم ب... نه من نه هر کسی دیگه یق نداره به شما بگه که روزی سفنجان بخورید روزی چهارتا، تا روزی دوتا. تا روزی یکی اصلا عدد فیکسی برای همه وجود نداره حساسیت ماها به قهوه میتونه متفاوت باشه برای عموم افراد اما امتحان بکنید قهوه امتحان بکنید یکی دوتا هرچقدر ولی دستتون باشه که چقدر خوردید بعد حواستون رو بدین به چند تا مسئله یکی ضربان قلب اگر که زیادی مصرف کردین زربان قلبتون بیش از حد شروع میکنه تاپ 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 تون 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 زدن اینجا یعنی بیش از حد مصرف کردید کمش کنید اگر که برای چند ساعت بعدش نبض توی سرتون احساس کردید این یعنی که بیش از حد بوده اون مقدار کافئین حالا این میتونه راجبه به دیگه هم کنه منابع دیگه کافئین هم صد بکنه ولی خب حالا داریم مورد به قهوه صحبت میکنیم بعد یه مسئله دیگه هم برمیگرده به خواب اگر که خوابتون خراب شد یه دفعه بدونید که خوابتون نبرد شب یعنی که بیش از حد خوردی حالا سوای از مقدار خوردنش چند فنجان خوردنش میتونیم به ساعتش هم اشاره بکنیم که عموم افراد تا قبل ساعت دو براشون ایداله خوردن قهوه بعد از اون نه چرا که خوابو خراب میکنه اگر دیر وقت قهوه خوردید قطعا خوابتون تاثیر میذاره حالا چقدر تاثیر بذاره باز به شما برمیگرده من خودم به شخص دوازده به بعد قهوه نمیخورم قهوه همه صبحه یکی نهایت دوتا ولی برای شما ممکنه فرق کنه شما ممکنه حساسیتی به قهوه نداشته باشید پنج بار از قهوه بخورید و عین خیالتون نباشه ولی برای من اینطوریه حالا همین داستان برای چیز هم هست مثلا نوشابه هم هست شاید وقتی مدام مصرف کنید اساسیتتون کمتر بشه به کافئین در نوشابه اما اگر یه مدت مصرف نکنید و بعد بیاد مثلا یه شب نوشابه مصرف, مصرف کنید میبینید که اوف چقدر احساس سرحالی میکنید برای مدت کوتاهی و خوابتون خراب میشه حالا نمیتونید امتحان بکنید خب یه سوال خوبی پرسیدن گفتن که درود و سپاس از زحمات شما فرشی جان خواهش میکنم یه سوال اگه سبزیجات رو توی مخلوط کن اسموتی کنیم و کامل مصرف کنیم و بدون دور ریختن چیزی از سبزیجات یعنی میشه آب همراه با توفاله های نرم سبزیجات آیا هنوز هم مفید نیست میتونه مفید باشه بستگی داره چند تا مشکل و مسئله هست توی این زمینه که اگر اینها رو بتونید از پسشون بر بیاید مشکلی با اسموتی نیست مثلا اینکه خب اسموتی مقدار فیبری که از بین میره خیلی ناچیزه در آخر یعنی شما فیبر رو به دست میارید اما عموم مردم میان این سبزیجات رو با کلی میوه و نمیدونم شکر و کورن سیروپ و هزار یه چیز دیگه قاطی میکنن در آخر چیزی که به دست میاد اسموتی سبزیجات نیست یه جورایی اسموتی دسره انقدر که شیرین شده انقدر که قند توشه اگر میتونید خب این رو نکنید قندی چیزی قاطیش نکنید فقط سبزیجات خوبه میتونید ترخ بخورید خوبه مشکل بعدی که پیش میاد بحث این ضد مقذی بودن این سبزیجات هست بعضی سبزیجات التحاب توی بدن ایجاد میکنه نفخ ایجاد میکنه مثلا اگزالات زیادی داره اون دفعه میره باعث سنگ کلیه میشه باعث پوکی استخوان میشه وقتی شما بیاید از این جور سبزیجات زیاد مصرف بکنید دردسرهای زیادی داره براتون زیاد شدنش چجوریه اولا که باید در بیارید که چه جور سبزیجاتی شما رو داره اذیت میکنه یعنی دقت بکنید اسموتی رو خیلی قاطی نکنید مثلا یه مدل یه مدل سبزیجات اسموتی رو روش بکنید بعد ببینید توی بدنتون التهاب ایجاد میکنه نفخ روده میگیرید یا نه اگر گرفتید یا زیاد بوده یا حالا زیادش رو میگم چطوری ام... احتمالا اون سبزیجات اون مدل سبزیجات به درد شما نمیخوره اون نه، درست نکنید زیاد بودنش چی شما بیاید اول یه بشقاب سبزیجات پر بکنید در اندازه‌ای که واقعا میتونید بخورید اگه من بتونم یه بشقاب سالاد بدم بگم بفرمایید اینو بخورید بتونید تمومش بکنید همون بشقاب رو بیاید اسموتی بکنید که اینطوری بیش از حد نخورید چون وقتی اسموتی میشه ما در میره پرش میکنیم پرش میکنیم پرش میکنیم بعد یلیوان اسموتیه اسموتی اندازه 5 تا ظرف سالاده درسته که زحمت جویدن نداره اما زحمت هضم که داره از اون طرف به رود یعنی به معدتون دارید لطف میکنید به دندوناتون به فکتون دارید لطف میکنید ولی از اون طرف به رودتون دارید فشار میارید کار روده رو بیشتر کردید آره اندازه هم باید دستتون باشه حالا یه مشکل دیگه هم هست که اینو من به شخصه باهاش دارم نه که بگم یه ثابت شده باشه و اون اینکه که غذا نیست برای من به شخصه غذا نیست من اگر یه باش خواب سالاد سبزیات بخورم بعدش یه احساس رضایتی دارم یه احساس پر بودنی میکنم احساس میکنم خب غذا خوردم یه ذره روغن زیتون یه ذره سرکه سیب یه ذره نمک و احساس رضایت کنم. اما اگر همون ظرف سالاد رو بکنم اسموتی و قلب قلب بخورمش نه انگار که هیچی نخوردم نیم ساعت بعدش عجا که آماده میشه چی بخورم الان آره این حالا مشکل منه اگر اینم برای شما هم صد میکنه خب اسموتی خیلی جالب نیست سعی کنید همون بجوید بهتره خب سوال بعدی پرسیدن که با فستینگ تو سه ماه 11 کیلو وزن کم کردم ولی شکمم کوچیک نمیشه راه حل چیه این کامنت رو یه جای دیگه هم دیدم که دقیقا همین عزیز سوال پرسیدن حالا اسمشون مشخص نیست گفتن که تشکر از زحمت شما من یه سوال داشتم من مدت سه ماه با فاستینگ حدود 11 کیلو وزن کم کردم ولی دور شکمم کم نشده راه حل چیه و اشتباه من در چی بوده اینجا خیلی مهمه اولا دو حالت وقتی که میاد شروع کنید به حالا چه فست چه هر رژیم دیگه ای و شروع کنید لاغر شدن و وزن کم کردن یا از دور شکم هم کم میشه یه چیزی سایزتون کم میشه یا اصلا نمیشه باید بدونیم که کلا خب شکم اول از همه میاد چربی شکم آخر از همه هم میره چراش رو تو قسمت دوم توضیح دادم ولی خب یه چیزی پشتش هست و اصولش اینه کارش هم نمیتونید بکنید دنبال راه فرار نباشید اما حالا شروع کردید به رژیم گرفتن یا شروع کردید به فست فرق کنه وزنتون اگر دیدید که خیلی داره کم میشه و دور شکم اصلا تغییری نمیکنه این خوب نیست اگر دور شکم تغییر میکنه ولی خب خیلی کمه اونقدری که دلتون میخواد نیست اشکال نداره صبر کنید به دور شکم هم میرسه چربی اون هم آب میشه اما اگر اصلا کم نشد ولی 9 کیلو 10 کیلو 15 کیلو وزن کم کردید یعنی دارید ازولات از, از دست میدید اینجا یه ذره بله چرا از اون از دست میدید خب چند حالت ممکنه پیش بیاد یک شما بیاید حجم کالری دریافتیتون رو خیلی خیلی کم بکنید چی میشه شما هنوز بدنتون عادت داره به سزوندن قند احتمالا هنوز شیرینی یا کربویدات زیادی دریافت میکنید میخورید به عبارتی انسولین خونتون بالاست اما کالری که دریافت میکنید خیلی کم تو این حالت بدن اجازه نداره بره سراغ چربی های زخیر شده پس میره سراغ یه چیزی که شبیه به قنده که اونم گلایکوژنه و بعدش ازوله این تو این حالت ازوله شما هی از دست میره ممکنه که فصل شروع بکنید و خیلی یهویی یه شروع بکنید به فصل با مدر زمان زیادی ولی بدنتون عادت نداره به چربی سوزوندن بدنتون یه عمر بش هی قند دادین عادت کرده به قند به قند به قند به قند حالا میرید سراغ چربی سوزی ولی نمیره سراغ چربی سوزی اینه که باز میره سراغ ازوله و یه حالت دیگه هم پیش میاد شما مثلا شروع میکنید به فست شدید و یه هوی بعد دیگه حال ندارید نا ندارید تکون بخورید نه تکون میخورید نه ورزش میکنید چی میشه خب از ازوله استفاده نمیکنید پس ازوله را از دست میدید یه حالت دیگه هم اینه که به اندازه کافی پروتئین نمیخورید خب بازم اون چیزی که عضله میخواد رو بهش نمیدین حالا اگرم ورزش بکنید باز عضله رو دست میدید باید ببینید که شما جزء کدومی که از این دسته ها هستین جزء کدوم افراد هستین و بیاین اصلاحش بکنید کم کم برید سراغ فست پروتئینتون رو به اندازه مصرف بکنید و خیلی بازم کالری رو کم نکنید اگر هم کم کردین کالری رو حواستون باشه که دیگه به صلاح چی بهش میگن قند زیادی مصرف نکنید دکتر این سوال نزدیک به سوال قبلی هست پرسیدن که میگن وقتی رژیم میگیری اول از میسوزه بعد چربی پس با این وجود رژیم ها باعث آسیب دیدن نمیشه که خب نلزومن همیشه بستگی داره که شما چه رژیمی گرفتید یا چه سبک غذایی رو دارید انجام میدید اگر که ناسالم باشه بله عضله آسیب میبینه همونطور که قبلا گفتم اگر که نه خوب باشه نه به مشکلی نمیخورید اصولی رژیم گرفتن خیلی مهمه حالا من کلا با کلمه رژیم مشکل دارم به خاطر اینکه تا که, که میخواید رژیم بگیرید اگر که رژیم صداش کنیم یعنی که من یه مدت مشخصی از این تاریخ تا این تاریخ میخوام این سبک غذایی رو داشته باشم و حالا اگرم عالی باشه و جواب بده بعدش چی بعدش میخواد چیکار بکنید بعدش میخواد اون رژیم رو ول بکنید برگردین به سبک غذایی قبلیتون که خب دوباره وضعیت برمیگرده به همون چیزی که بود اگر نه قرار نیست اون سبک اون رژیم رو ول بکنید که دیگه نمیشه رژیم میشه سبک غذایی شما سبک غذایی جدید شما اینه که امتحان بکنید ولی این رو گوشه ذهنتون داشته باشید که اگر بخواد بلند مدت جواب بده اگر بخواید بلند مدت سرحال باشید حالتون خوب باشه باید سبک غذاییتون رو عوض بکنید باید اون رژیم رو بکنید سبک غذاییتون و اگر این نکته مهمیه اگر نمیتونید یه رژیم رو در خودتون نمیبینید که یه رژیم رو تا آخر عمر ادامه بدید اصلا شروع نکنید اصلا شروع نکنید ولش کنید به چه درد شما میخوره مثلا کیتوژنیک اگر در خودتون نمیبینید که تا آخر عمر کربوهیدرات نخورید ولش کنید اصلا نمیخواد شروع بکنید چه برسه اینکه ولش کنید اصلا شروع نکنید ولش کنید به درد شما نمیخوره در آخر اون رژیم و حالا دیگه حالا داستان این رژیم هم که مثل کامنت قبلی تر بر همون داستانه ازول سوزی اگر رخ میده به خاطر درست رژیم نگرفتنه چه, چه فست باشه چه حالا رژیم تیپیکالی که بگیم سه ورده چهار ورده در روز بخورید سوال بعدی برمیگرده به پوکی و سخان. گفتن که سلام های جلیان من پوکی و سخان دارم لطفا رژیم غذایی اینجور افراد هم بگید که چطور باشه و کلسیوم رو از کجا دریافت کنیم چون خیلی میگن شیر بده بعضی هم میگن بادوم مزر هست لطفاً ما رو از برای تکلیفی در بیارید چگونه تراکم رو با استخان همون برگردونیم این خودش یه قسمت مفصل میخواد اما یه چند تا نکتر میتونم الان بهش اشاره بکنم اولا که خب برید آزمایش برید ببینید کلسیوم خونتون تو چه وضعیتیه اگر کلسیوم خونتون بالاست و پوک استخوان دارید که عموم مردم این داستان رو دارن شما کلسیوم دارید ولی برای درست کردن استخون سایر مواد لازم رو ندارید سایر مواد لازم چیه؟ ویتامین دی هست ویتامین K هست مخصوصا ویتامین K2. این دوتای دیگه اگه نباشن در آخر اون محصول نهایی یعنی استخون ساخته نمیشه همینجوری کلسیوم توی خون میچرخه حالا در سرهای دیگه ایجاد میکنه التحاب و ایجاد میکنه گرفتگی و بلند مدت ایجاد میکنه و و, و. که حالا به اون کارش نداریم ولی اگر کلسیوم تو خونتون زیاده برید سراغ این منابع یعنی همش دنبال کلسیوم نباشید برید دنبال چیزهای دیگر تکمیل بکنید ویتامین دی و کادو بعد ارزم به حضورتون حالا اگر شما جز اون دسته افرادی هستین که پوکی استخوان دارید ولی کلسیوم خونتون هم پایینه خب شما کلسیوم نیاز دارید حالا کلسیوم از کجا بگیرید سوال خیلی خوبیه شیر یه خورده ریسکیه شیر خوب گیر نمیاد شما میتونید شیر محلی پرچرب اگر دسترسی دارید مصرف بکنید ولی خیلی بعیده که بتونید چیز خوبی پیدا بکنید پس برید سراغ محصولاتش مثلا پنیر خیلی از پنیرها مخصوصا اونایی که سن سالی ازشون گذشته یعنی پنیرهای ایج شده که یه مدت موندن خشک شدن مثل پارمجان اینا خیلی بهترن بعد ارزم به حضورتون یعنی حجم کلچوم بالایی دارن دیگه چی میشه رفت سراغ خیلی از منابع گیاهی ولی منابع گیاهی یه مشکل دارن همون بحث ضد مغزی ها که تو قسمت 53 گفتم اگر که اگزالات بالایی داشته باشن نه تنها کلسیوم خودشون رو جذب نمی کنید بلکه یه ذره از کلسیوم بدنتون هم می گیرن. این اگزالات با کلسیوم بان تشکیل میده میشه سنگ کلیه بان باند تشکیل میده میشه سنگ کلیه در آخر پوک سخون میاره پس سراغ بادوم نرید حالا خیلی داستان های دیگه داره مزره کار نداریم باهاش ولی سراغ بادوم نرید به خاطر اینکه اگزالات زیادی داره شیرش هم از اون طرف اگزالات خیلی زیادی داره پس کلسیومش به درد نمیخوره که هیچی یه ضرر دیگه ای هم داره ماست خوبه ماست محلی هم خوبه هرچی قلیستر باشه بهتر اینا از شیر از اون طرف بهترن ولی خب باز زیاده روی توش نکنید و بگردید دنبال چیز خوب بگردید دنبال چیزی که فراوری نشده باشه به اون صورت خیلی یه چیز بگم اینو خیلی کسایی که خامگی روی این تاکید میکنن و میگن که شما وقتی که لبنیات مصرف بکنید کلسیوم خونتون بالا میره خیلی بعد آم بدن از طرفی اسیدی میشه چون لبنیات اسیدیه مقداری بدن میاد چیکار میکنه بدن باید خونسا باشه البته اون خامگیاخارا میگن چون هفت ممیز چهاره یعنی چهاردهم ده دهم توی قلیایی هست بدن باید قلیایی باشه ولی خب خونسا سال دهم خیلی فرق نمیکنه چه از این ور چه از این ور هفت خونسا به حساب میاد حالا پیهاش حالا آم میگن که بدن برای اینکه خودش رو غلیایی بکنه یا خونشا بکنه به عبارتی میاد این کلسیوم رو میریزه توی خون از استخونها ور میداره از منابع ور میداره میریزه توی خون دفع میکنه از طریق کلیه ها تا بدن خونسا بشه اما این میتونه درست باشه اما کجاست اماش اینجاست که شما میتونید به راه های دیگه بدن رو خونسا بکنید یعنی میتونید منابع لبنیاتی مصرف بکنید بعد از اون طرف خب از طرق دیگه ای بدن رو خونسا بکنید مثلا راحت ترین کار اینه که شما تمرین تنفس بکنید چیکار میکنید شما میخواید تمرین تنفس کردن چندین و چند بار مثلا یه دقیقه دو دقیقه پنج دقیقه هی تنفس میکنید این تنفسه برای این نیست که اکسیژن بیشتری دریافت بکنید بلکه برای اینه که دیوکسید کربن بیشتری رو بیرون بدید وقتی این کارو کردین حتما احساس میکنید یه ذره سرتون گیج میره یه ذره بدنتون گزگز میکنه دست و پاهاتون مخصوصا یعنی چی؟ یعنی بدنتون قلیایی شد به همین سادگی یعنی کافی شما تنفس عمیق داشته باشید دیوکسید کربن بدنتون رو خالی بکنید بدنتون قلیایی میشه نیازی نیست برید آب قلیایی بخورید نیازی نیست برید جوش شیرین بخورید نیازی نیست کلسیوم مواد نیازی نیست منابع غذایی لبنیات رو بذارید کنار کاملا که بدنتون قلیایی بشه نه فقط تنفس عمیق بکنید هر روز حداقل پنج دقیقه حداقل یه بار که چی بشه بدنتون قلیایی بشه همین ولی یه قسمت درست میکنم با به پوکی استخوان حتما بسودید خب سوال پرسیدن این برای کسایی که گوش میکنن اینو میگم این راجبه قسمت 58 هست که راجبه فست و چرخه قاعدگی بود پرسیدن که بفرمایید نیاز به شیرینی از نظر ذهنی رو چطور میتونیم در اون هفته آخر برطرف کنیم گفتم اونجا که هفته آخر دوره قاعدگی نیاز خانم ها به شیرینی یا کربوهیدرات بیشتر میشه برای کنترل اون استرسی که ایجاد میشه در بدن خب راه سالم تری هست برای کنترل استرس میتونید برید سراغ مدیتیشن میتونید برید سراغ یوگا تمرینات تنفسی که گفتم اونجا هم کمک میکنه میتونید این سراغ پیاده روی طولانی هم صحبتی با دوستان تمام اینا یک کوچولو سطح استرس بدن رو کم میکنه خواب بهتر همه اینا یعنی حتما نباید رفت سراغ شیرینی و شکلات از اون طرف تو... اگر که مثلا رژیم کیتوژنیک گرفتید میتونید یه کوچولو کربوهیدرات بیشتری مصرف کنید کربوهیدرات سالم به جای شیرینی مثلا چی خب میوه خودش کربوهیدراته برنج پاستا اینا کربوهیدراته اگر که مقدار کم و سالم درست بکنید خب خیلی بهتره تا اینکه برید به سمت شیرینی حالا در آخر همه این کارا رو کردید ولی بازم دلتون یه بستنی خواست بستنیه رو بندازیدش بعد از وعده غذاییتون وقتی که میدهتون پر پر هست بستنی رو به عنوان دسر بخورید یا حالا شیرینی یا هر چیزی اینطوری اثر قندش خیلی کنترل شده میشه خیلی آروم بالا میره تا اینکه نه اول صبح بیدار شدین مثلا برای کنترل استرستون بیاین یه چیز شیرین بخورید خب سوال بعدی یه سوال خیلی تیپیکال هست ام توی قسمت 44 پرسیدن اونجا گفتم که چیزای شیرین رو بذارید بعد از غذا ترتیب خوردن رو رعایت بکنید پرسیدن که آیا اصل هم خب این میگم تیپیکال به خاطر اینکه همه اینجوری میپرسن آیا اصل هم میپرسن آیا خورما هم آیا فلان هم آیا این هم اون هم هر کی هرچی دوست داره به اون میپرسه مثلا اینه که حالا منهای یه سری از قندها که قندهای مصنوعی هستن قندهای الکلی که خیلی ضررهای دیگه دارن عموم الکل عموم قندها در سطح مولکولی در سطح مایکرو خیلی فرقی با هم دیگه نمی کنن. اثری که توی سلول های بدن میذارن اثری که روی سوخت و ساز بدن میذارن اثرشون روی انسولین و و و یکی فرق نمیکنه حالا قند خورما باشه یا قند پرتغال باشه قند نمیدونم اصل باشه قند هرچی باشه حلوا باشه چیزی که متفاوتش میکنه اینه که این قند همراه با چی باشه آیا چیزی کنار دستش میخورید که سرعت جذب اون قند رو کم بکنه یا نه چقدر فیبر همراهش هست آیا اون ترتیب خوردن رو رعایت میکنید با معده خالی اگر اصل بخورید بله اصلی که حتی طبیعی باشه بهترین اصل دنیا باشه هیچ چیزی قاطی نداشته باشه بازم وقتی معده خالی میخورید قند خونی شما رو به شدت بالا میبره چی میشه؟ انسولین ترشوه میشه و و و هزاری مشکل دیگه به وجود میاد پس خیلی مهمه که بیایم بیشتر روی این ترتیب خوردن رعایت بکنیم ترتیب خوردن رعایت بکنیم بیایم این ماده شیرین رو بعد از فیبر بعد از غذای اصلی مصرف بکنیم مثلا اصل رو من خودم خیلی نمیخورم به خاطری که خیلی سری احساس میکنم که داره چاقم میکنه اما کی میخورم اگر بخوام بخورم بعد از غذای اصلی یه ذره میریزم توی دمنوش یه ذره اندازه مثلا یه قاشق چایخوری خوری در محتم. ولی هیچ وقت اول صبح نمیام چای و اصل بخورم چرا که میده خالیه و این چای و اصل سریع قند خونم برای بالا میبره پندقه خوبم نیم ساعت بعد شدیدن گرسنه نمیشم برای همه تقریبا این سرد میکنه این روند خیلی فرقی نمیکنه دیگه اگر شما از نسل آدمیزاد باشین قادرتا اینم برای شما سر میکنه پس برق نمیکنه اصل یا چی خب پرسیدن که آیا سمنو قند خون رو افزایش میده و باعث چاقی میشه آره سوال بعدی اول اینو بپر جواب بدم سمنو از جوانه گندم و آرد درست میشه پس میشه گفت یه هوا از حلوا بهتره ولی در آخر بازم از آرد میاد از گندم میاد به عنوان قضا نباید بهش نگاه کرد مثل حلوا به عنوان دسر باید بهش نگاه کرد پس باید بره تو دسته دسرها خیلی کم مصرف بشه و بعد از غذای اصلی مصرف بشه به عنوان قضا بهش نگاه نکنید یه سوال دیگه همین که ممنون میشم جواب بدید اینه که من سالاد رو هنگام غذا خوردن مصرف میکنم آیا تأثیری داره؟ مرسی که وقت میذارید ام... چه قلب عجیب غریبی حالا برای که میبینن همراه با غذا یعنی چی یعنی مثلا یه قاشق برنج یه قاشق سالاد یه قاشق برنج یه قاشق سالاد منطقی نیست شما اول سالاد میکشید حالا بخوایم بشقاب بشقابش نکنیم مدل سفره ای ایرانی ایرانی بخوایم بهش نگاه کنیم اول سالاد میکشید سالاد میخورید بعد غذا میکشید غذا رو میخورید حالا اگر برنج و خورشته با هم خورده میشه بعد تموم شد میر سراغ دسر یه کاری که حالا الان بزنم میرسه این اضافه بکنم توی بحث سفره های ما ایرانی ها که بشقاب بشقاب طور نیست یه کار میتونید بکنید خیلی به تو کمک میکنه و اون این که غذا رو نکش یعنی سفره رو کامل نکنید ببین وقتی که ما سفره رو کامل میکنیم سالاد میاریم بهترین سالاد دنیا خیلی خوشگل خیلی شیک کلی وقت گذاشتید براش و درستش کردید میذارید رو سفره بعد اون طرف برنج هم میکشید اون طرف خورشت و گوشت و هرچی هم هست میکشید همه چی رو پر میکنین بعد می میشین سر سفره قاعدتا عموم افراد اول دستشون میره برای برنج و خورشته چون برنج و خورشته داره سرد میشه از دن میافته. چیکار نمیرن سراغ سالاد چیکار بکنید اول بیاید اگر که سالاد هست اول سالاد رو بذارید برنج و خورشت نکشید برنج مثلا ده دقیقه دیگه مونده آماده بشه جا بیفته خب بذاریدش کنار بذاریدش کنار اول بشینید سر سفره سفره که فقط سالاد روشه اینطوری همه اول با سالاد شروع میکنن خیلی راحت سالادی که شروع کردن خوردن همه بعد بلنشید برید برنج و خورش رو بکشید اینطوری دیگه مجبورید سالاد بخورید مثلا اگر سوپ هست به عنوان پیش غذا سوپ سبزیجاتی دارید یا سبزیجات آبپز یا هر چیزی اول اون رو بکشید بیایید سر سفره همه بشینید شروع بکنید خوردن یه پنق درقه که گذشت یه ذره که خوردین بعد بلنشید برید غذای اصلی رو بکشید اینجوری حالا این بیشتر این پیشنهاد من بیشتر به در خانم های خونه میخوره اینطوری خیلی کمک میکنید به سلامت کلی خانواده با این, روش کشیدن و یه ذره با تاخیر کشیدن غذا آره خب سوال بعدی برمیگرده به یه ویدیوی کوتاه که برای شما که گوش میدین فقط توی یوتیوب آپلود شده یه ویدیو بود راجع به ترتیب خوردن صحبت کردم که من قرار سالاد بخورم دسر دارم یه جور کیک بعد بروکلی آپز سبجات آپز شد در آخر و یه مقدار گوشت که حالا این ترتیب خوردن اینا خیلی مهمه شما با کیک شروع نکنید با گوشته شروع نکنید با سبزیجات فیبر سالاده شروع بکنید حالا سوال پرسیدن که فاصله بین خوردن این چهار ماده غذایی چقدر باید باشه فاصله بستگی به سرعت خوردن شما داره اگر که تون 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 تون, میخورید خب یه مکسی باید بینش باشه پنقه ده دقیقه که یه جورایی نه تنها اون چیزی که خوردید بره پایین یه ذره یه ذره شما آروم هم بشید که خب ایدالترین ترین حالته اگر که آروم آروم میخورید نه اشکال نداره این آروم آروم سالاد رو میخورید میذارید کنار غذا رو میخورید آروم آروم میذارید کنار بعدی میخورید چیزی که در عمل برای من اتفاق میفته اینه که این پروسه غذا درست کردن خوردن و جمع کردنش رو دسر پشت همه تقریبا و یه دو ساعتی زمان میبره این مال زمانیه که یک وره در روز میخوردم و همین رو خیلی فشرده بود با سالاد شروع میشه سالاد داره میخورم بعد سالاد جمع میشه میرم یه مرحله بعدی دیگه از درست کردن غذا رو انجام میدم یعنی بیکار نمونم یه جورایی سالاد تموم میشه میرم درست کردن غذا رو ادامه میدم یه کاری داره حالا به حال انجامش میدادم بعد میاد دادم سراغ خوردن سبزیجات آپس شده بعد اون فیبره به جورایی وارد بدن میشه کلا بعد گوشت بود توی این کیسه به خصوص و بعد جمع و جور کردن بلا فاصله هم چیز نیست بلا فاصله هم دسر نبود بعد جمع و جور کردن اینجور مواقع حالا هرچقدر خرابکاری شده آدم ظرف میشوره تمیز میکنه بلا 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 دمروش هم آدم میذاره بالا یه چه... یه رو بیس دقیقه بعد از این که قضا تموم شد دسره خورده میشه این این ترتیب کلی آ... من هست موقعی که مثلا یک فرده در روز میخورم مخصوصا این شکلیه و توی این ویدیو حالا یه سوالی دیگه هم پرسیدن آ... و اون این که قهوه در کدوم مرحله برای ما که در فست هستیم قرار داره در فصل به فصلش خیلی مهم نیست چون قهوه اگر که شیرینش نکنید قهوه خالی باشه کاری با فصل شما نداره پس صبح بخورید زور بخورید هر موقع بخورید خورد، خوردید چیزی که مهمه قبل ترم گفتم برمیگرده به اینکه ش... این قهوه خواب شما رو خراب نکنه آم... برای مثال این وعده ی من که بعد از ظهر بوده هلوش فکر میکنم چهار و پنج بعد از ظهر و من باش قهوه نخوردم من باش دمنوش خوردم دمنوش های ساده مثل چای گزنه که به کنترل قند هم کمک میکنه و یه چیزایی مثل خب دارچین و هل همین چرا اون بعد از ظهر قهوه نمیخورم بخاطر اینکه خواب من خراب میکنه حالا ممکنه خواب شما رو خراب نکنه خب باهاش قهوه بخورید اون قهوه رو با دسر بخورید رسما آخر غذا یا اگر این وعده رو مثلا دارید صبح میخورید برای بزرگتونه یا هر چیزی خب قهوه رو میتونید با اون دسره آخر غذا بخورید یا اگر مثلا بیایم تو سفره ایرانی بهش فکر بکنیم پنج تا خمر خوردین مثلا بعد آخر سر میخواد قهوه بخورید با یه خورما این قهوه و خورما رو میذارید آخر سر بعد از تخم مرغه دیگه همین مورد پرسیدن که این برمیگرده به قسمت 25 راجع به خواص دوش یا وان آب سرد هست پرسیدن که دوش و وان سرد محدوده سنی داره منظورم برای بچه ها و مسن ها هست. خب برای بچه ها نه خیلی یعنی نوزاد به کنار بعدش نه خیلی فرق چندانی با ما آدم بزرگسال سال نمی کنن دیگه. حالا مثلا یادم که یه جایی دیدم که توی روسیه بچه ها وقتی که اون رد میشه چهل روزشون رد میشه یه تو آب سرد میبرنشون تو آب سرد که یه جورایی بدرشون آماده بشه برای زمستون یا شاید هم قبل از اولین زمستونی که بیاد بچه این کار رو میکنن یه یعنی یکی از این رو تا. حالا به هر حال اینکه تو خیلی از این کشورهای اسکاندیناوی شمال اروپا روسیه از همون سن پایین بچه رو هی تو آب سرد میبرن عادتش میدن که بدنش عادت کنه به, به سرما یه جورایی گردش خونش عادت کنه حالا این نیست که شما بچه رو برین تو آب یخ نه بمون 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 نه خب یواش یواش ولی عادتش بدین که خب ببین یه ذره آب سرد کاری نمیکنه اتفاقی برات نمیفته یه کوچولو آب سرد بگیر رو پات احتمالا اولش خیلی هم براشون بامزه است و بهشون هم حال میده سر حالشون میکنه و این این قضیه برایشون عادت میشه از سن پایین خب این خیلی خوبه تا اینکه مثلا سی سالشون بشه چل سالشون بشه همش با آب داغ همون بکنن بعدا یادشون بیاد که خب اوکی من باید یه تغییری بدم و یه ذره با آب سرد خودم و عادت بدم از همون سن پایین عادتشون بدید حالا برای مسنها ها اما یه مسئله به وجود میاد آب سرده همونجور که خوبه خوبیش از چی میاد اینجوری بگم خوبیش از این میاد که گردش خون شما رو بالا میبره یعنی بدن برای اینکه خودش رو گرم بکنه میاد گردش خون رو بالا میبره همین داستانم هم توی آب خیلی 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 داغ اتفاق میفته مثلا سنای سنای خشک یا سنای بخار هم این اتفاق میفته چرا اونجا میگن برای بچه ها خوب نیست چون بچه تشخیص نمیده یه علتش اینه بچه تشخیص نمیده که حد من کجاست اون لیمیت من کجاست باید با یه بزرگسالی بره یا ترجیحا نره تا یه سنی ولی اگر که همراه با شماست میتونید اون کمکش کنید که یواش یواش عادت کنه کم 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 برای, بزرگ، برای سن افراد مسن چون ممکنه مشکل قلبی داشته باشن این بالا رفتن زربان قلب میتونه خطرناک باشه باید کنترل شده باشه نه که ضربان قلب بالا نره اما کنترل شده باشه همین داستان توی ورزش هم هست ورزش هم میتونه برای افراد مسن خطرناک باشه اگر که شما هیچ ورزشی نکنید ضربان قلبتون همیشه پایین باشه بعد عروقتون آمادگی ضربان قلب بالا رو نداشته باشه بعد شما بیاید یه دفعه ای ورزش بکنید یه دفعه ای بخواید برید, برید, برید کوه برید رو میل بدوید خب فشار میاد به قلبتون خوب نیست اما اگر این همون داستان شوهی شوهی گماس گماس ستپ با ستپ یواش یواش باشه نه تنها ضرر نداره که همش هم سود میشه آم. و حالا اینم اضافه بکنم که ما خیلی خیلی همش سعی میکنیم بچه ها رو جدا بکنیم از بزرگ سال میگم نوزاد به کنار تا وقتی بچه دندون نداره به کنار ولی از وقتی دندون در ورد دیگه غذاش هم نباید متفاوت باشه غذاش باید همون چیزی باشه که شما می‌خورید. اگر یه چیزی برای شما خوبه برای بچه هم خوبه اگر برای شما بده برای بچه هم بده و بر... برعکس فرق نمیکنه چون بالاخره بچه همی که این این شماست دیگه چه فرق میکنه همون ژن شما رو داره همون داستان شما رو داره همون وضعیت شما رو اگر نداشته باشه 20 سال بعد خواهد داشت پس از همین الان عادتش بدید اگر شما خودتون مثلا مشکل دارید با قند نگید نه این بچه اش اشکال نداره بز بخوره آب میوه بز بخوره فلان چیز خب نه اگه الان بخوره 20 سال دیگه این وضعیتش عین شما میشه خب چرا از الان اگر شما به این نتیجه رسیدید مثلا توی سی و خورده سالگی که نباید آب میوه بخورم خب به بچه‌تون ندید دیگه که پس فردا مثل شما داستانش نباشه همینجوری هم سالگی خب بریم سراغ بخش حمایت ها و با هم مرور بکنیم افرادی که زحمت کشیدن و حمایت کردن تو این چند وقتی گذشته آرزا این باز میگم برای کسایی که نمیدونن این صدی که اینجا می نویسم یعنی اینکه صد هزار تومن آرزا صد هزار تومن کمک کردن سلام با آقا فرشید نازنین یه سوال دارم و اونم این که در مورد خوردن نوشیدنی قبل یا حین و یا بعد از غذا نکته دارید هم نوشیدنی های ساله و هم گازدار صد البته بدون قند بله میتونم یه نکته بهتون بگم ممنون از کمکتون و نکته این که توی کلیات ویدیو کلیات مده گفتم که ما معدمون اسیدی هست باید اسیدی باشه و اگر که مایاتی مصرف بکنید خونسا یا غلیایی این اسید ضعیف و ضعیفتر میشه وقتی ضعیف بشه کار گوارش ما خراب میشه به صورت کامل انجام نمیشه خیلی داستان ها و مشکلات مختلف ایجاد میشه و چون این تقریبا اولین مرحله سیستم گوارش هست اگر که معده کارش خراب بشه تا آخر کار خراب میشه حالا اون کلیات معده رو ببینید ولی اینجا بهتون بگم که سعی کنید مثلا اگر از صبح فست هستین از صبح آب بیشتری بخورید تا جای ممکن حالا ساله دوست دارید ساله بخورید گازدار دوست دارید گازدار بخورید ولی تا جای ممکن سعی کنید سیراب باشید تا نیم ساعت قبل غذا نیم ساعت قبل غذا به بعد دیگه مایات نخورید غذاتون رو بخورید همراه غذا هم نخورید یه نیم ساعت بعد غذا هم نخورید حالا چایی هم جزش حساب میشه دیگه دمنوش چایی هم سعی کنید با یه فاصله بخورید اگر که حین غذا خوردن احساس تشنگی شدیدی کردین قلابی بخورید اشکال نداره اما این رو هم گوشه ذهنتون داشته باشید یا غذاتون خیلی خیلی خشک است که احساس تشنگی میکنید یا قبلتر قبلتر از غذا بنز کافی آب نخوردید خب روز بعد یادتون باشه که آب بخورید که یه جورایی اونقدر تشنه نشید یا اگر خیلی غذا بعد از غذا خوردن خیلی باز تشنه شدید این نکته رو در نظر بگیرید یک احتمالاً آب اون روز به اندازه کافی نخوردید روز بعد سرکنید کنید بیشتر بخورید قبل از غذا یا غذاتون بیش از حد شور بوده بیش از حد کربوهیدرات داشته بیش از حد خشک بوده که شما رو شدیداً تشنه کرده سعی روز بعد غذاتون اونجوری خشک نباشه آره این راجبه بس. غذا خانم مینا زحمت کشیدن 150 تومان کمک کردن سلام آقای جلیلان مبلغی که می میکنم خیلی کم ارزشه در چیزی که به هم یاد دادید سعی میکنم در آینده بیشترش کنم وجودتون نعمت برامون سپاسگزارم بابت زحماتتون ممنونم اصلا هم کم ارزش نیست این پیامتون خودش یه میلیون تومن ارزش داره و واقعا به من انرژی میده آره اینکه که میبینم بعضی ها براشون براشون مهمه اندازه این که خب چند قدم ورداشتن یعنی اینکه حالا یه ویدیو لایک کردن لینک رو باز کردن وارد یه پلتفرم شدن اطلاعات کارتشون رو دادن و و و زحمت کشیدن یه پیامی نوشتن اینا همه این که یعنی که شما یه قدم هایی دارید برمیدارید همین که این قدم ها رو برمیدارید برای من کافیه من خیلی درگیرمون مبلغش نیستم واقعا دمتون گرم خانم مهنگار همینطور و نمیدونم آقای آقا یا خانم امل آی کمک کردن دستشون در نکنه آقای مهدی گفتن که سلام آقا فرشید گل مبلغ ناچیزی از هدیه خدمت شما تقدیم میگرد امیدوارم همیشه سالم و سلامت باشید تا ما هم با اطلاعات مفید شما سلامتی خودمون رو حفظ کنیم و قدر بزرگترین نعمت خدا رو بیشتر بدونیم امیدوارم حتما مرسی آیه بهادور گفتن که سلام فرشی جان از اینکه به فکر سلامتی انسانهای دیگه هستی واقعا ممنونم و امیدوارم همیشه با انگیزه به سمت هدفت پیش بری من مبتلا به دیابت نوع دو هستم و با آگاهی که شما از کار کرده بدن به من دادین موفق شدم 10 کیلو وزن کم کنم همینطور ایوانسی خونم رو از هشت و نیم به شیش و چهار آم... کاهش بدم دکتر هم که رفتم گفت با همین روش پیش بری دارو نیاز نداری هم خیلی به هم کمک کرد ازت خیلی ممنونم بدون که داری درست پیش میری و به امثال من خیلی کمک کردی سلامت و شاد باشی هدف دقیقا همینه کمک به امثال شماها و خیلی خوشحالم آفرین به شما ایوانسی از 8.5 نیم به شیش و چهار خیلی خوبه خیلی خوبه حالا نمیدونم این توی چه مدت اتفاق افتاده اما اگر همینطوری پیش برین آره قطعا دیگه نیازی به دارو نخواهید داشت و تازه بعد از اون آزاد میشید یه جورایی <applause> آزاد میشید نه از این نظر که هرچی دلتون خواست بخورید نه اون احساس سلامتی که به دست میاد اون یه حس آزادی به آدم میده و از که کم میشه شما دیگه دردهاتون کم میشه خیلی بهتر میتونید ورزش بکنید تحرک داشته باشید اینه اون حس آزادی اینکه آو فلان ساعت قرصمه وای اگه نخورم چی میشه اینه اون حس آزادی که راجع صحبت میکنم حالا آیه محمد گفتن که سلام فرشید خان من دارم سعی میکنم با آموزش های شما سبک خورد و خوراکم رو تغییر بدم و به کیفیت زندگی اضافه کنم از سعی قبل از شما سپاسگزارم منم از شما سپاسگزارم و خوشحالم که مطالب براتون مفید بوده و تصمیم گرفتید که توی این راه قدم بردارید آیا هادی کمک کردن ممنون, ممنون آقا فرشید سبک زندگیم با شما عوض شده و توی کارها موفق تر شدم احسن خدا رو شکر خانم زکیه گفتن که سپاسگزارم ممنون از شما آیه حسین گفتن که سلام آقا گل امیدوارم همینجوری با قدرت رایت رو ادامه بدی درود بر تو درود بر شما ممنون از کمکتون بریم سراغ حمایت های خارج از کشور این مبالغی که میبینید به یورو هست آیا آرمین 33 یورو کمک کردن دستشون در نکنه آیا آرمین چندمین بار هست فکر دومین بار یا سومین بار هست دمتون گرم مرسی علی آقا 29, 29 یورو یک چیز کوچیک برای تشکر از شما شما به من کمک کردید تا اطلاعات و حقایق واقعی رو از بین این همه تبلیغات در اینترنت پیدا کنم و در نتیجه نه تنها در سه ماه گذشته 15 کیلو گرم وزن کم کردم بلکه چیزهای زیادی راجع به بدنم یاد گرفتم و احساس خوبی دارم که هدفی ارزشمندتر از کاهش وزن هست دقیقا ممنون از شما و آفرین به شما چون واقعا اون حس خوب اون اون آزادیه بازم میگم بهش فوق العاده فوق العاده از کاهش وزنه بهتره و همراه با همه یعنی اون حس خوبه میاد و کاهش وزن هم همراه باهاش یا پشت بندش میاد شک نکنید خانم سیما خانم سیما همیشگی بازم مثل همیشه کمک کردن و گفتن که مرسی از زحمات شما مرسی از کمک شما خانم رویا هم کمک کردن دستشون در نکنه اگر دوست داشتین میتونید این لینک رو دنبال بکنید که توی توضیحات هم میذارم و راههای مختلفی هست برای حمایت کردن یه چیز رو باید اضافه بکنم که چند روز پیش توی کامنت های صحبتش شد هی من کامنت میذاشتم دوست عزیزی کامنت میذاشت و و و و اون این که حالا نمیدونم گفتنش درست باشه یا نه اگه یوتیوب پدرمون رو در نیاره با این کاراش ولی وقتی که شما سوپر تانکس مثلا میذارید توی یوتیوب 50 درصدش رو ور میدارن اونها یعنی خود پلتفرم و 50 درصدش به من میرسه از اون 50 هم که میرسه با 30 درصدش رو بعد من مالیات بدم <تص> گفته بودن که بهترین راه چیه اینو بگ... اول بگم بعد میگفتم البته گفته بودم بهترین راه حمایت از شما چیه گفتم که این بدترینشه بهترین راه های حمایت که میتونید انجام بدین سال ترینشون کارت به کارت هست اطلاعات حساب هست توی این لینک رو اگه دنبال بکنید و از اون طرف برای افراد خارج از کشور بهترین راه پیپل هست که بازم بدون دردسر اگر که بسته به اون کشوری که هستید بعضی کشورها میتونید انتقال پول بدید به اسم for friends and family هست توی پیپل که توی اون حالت دیگه هیچ به صلاح فی هم نمیدید هیچ کارمزدی هم نمیدید نه شما میدید نه من میدم ولی بسته به اون جایی که هستین ممکنه که بسته به کشوری که هستین ممکنه که این آپشن رو نداشته باشید که در اون صورت بازم پیپل یکی از بهترین گزینه ها هست ولی خب پلتفرم مختلفی هستن که همگی توی این لیست هست توی این لینک هستن و میتونید از اون تاریخ اقدام بکنید که اگر دوست نداشتید اطلاعاتتون درس پیدا بکنه یا هر چیزی به هر حال به هر طریقی که براتون راحت تر بود من همچنان ممنون هستم از کمکتون خب این قسمت رو هم تموم بکنیم ممنونم ممنونم از اینکه تا اینجا همراه بودین با من و امیدوارم که جواب خیلی از سوالاتتون رو گرفته باشید کامنت بذارید زیر این ویدیوها مخصوصا کامنت بذارید سوال بپرسید و اگر چند سوال میپرسید برید خط بعدی <applause> برید خط بعدی شماره بذارید که خوندنش راحت بشه و بتونم همه رو جواب بدم و چیزی از قلم نیفته <applause> خوشحالم که تا اینجا با من همراه بودید اگر مطلبی یاد گرفتید لایک و سابسکرایب کنید اون زنگوله رو هم بزنید که هیچ قسمتی رو از دست ندید اگر مفید بود با عزیزانتون هم به اشتراک بذارید اگر دیگه خیلی حال کردید میتونید با حمایت مالی از داخل و خارج از کشور به تولید این محتوای رایگان کمک کنید پیشا پیش ممنونم و شمایی که به صورت پادکست به این محتوا گوش میکنید به کانال یوتیوب هم سری بزنید یه سری قسمت ها فقط اونجا آپلود میشه در آخر مثل همیشه امیدوارم با تنی سالم و دلی شاد از دکتر و راهروهای بیمارستان دور بمونید موفق باشید تا برد.